همراه میشیم با علی رنجی‌پور، دبیر تحلیلی وبسایت فکت‌نامه که از تورنتو با ما همراه شدن. آقای رنجی‌پور، به نظر میرسه یک کارزار گسترده و سازمان یافته‌ای پشت این جریان بود که تصاویر جعلی رو جا بزنن به جای اتفاقی که واقعا روی زمین افتاده. البته هنوز خیلی زوده که ما بخوایم الگوهای قطعی دیس اینفورمیشن یا کارزار سازمان یافته انتشار و تولید اخبار جعلی رو شناسایی بکنیم، اما خب به هر حال شواهد و قرائنی هست، مثل همین مواردی که شما مثال زدید ما هم فکت چک کردیم و غیر از اون سابقه جمهوری اسلامی هم در موارد مشابه هستش. ما سابقه حمله سال 98 به عین الاسد رو داریم که یک کارزار سازمان یافته ای شکل گرفت، به شیوه های مختلف و روش های مختلف اخبار جعلی، اطلاعات جعلی، تصاویر جعلی، اسناد جعلی منتشر کردن که هدف از همه اونها این بود که وانمود بکنن که یک ضربه‌ای، در واقع یک اثری داشته حمله موشکی که انجام شده به اون به پایگاه عین‌الاسد در اون زمان. الان هم به هر حال میشه حد زد که چنین جریان شکل گرفته، به هر حال میشه دید که جریان‌های رسانه‌ای حکومت، منابعی که به هر حال طرفدار جمهوری اسلامی هستن در شبکه‌های اجتماعی، به هر حال به دنبال این هستن که القا بکنن که این حملات پهپادی و موشکی که انجام شده به اسرائیل به هر حال اثری داشته. خب ما شکل‌های متنوعش رو انتظار داریم در روزهای آینده ببینیم، ولی تا الان که داریم رصد می‌کنیم فضا رو، شبکه‌های اجتماعی رو می‌بینیم که به هر حال رسانه‌های رسمی، صدا و سیما، خبرگزاری‌های رسمی، روزنامه، ارگان رسمی دولت، رسانه وابسته به سازمان صدا و سیما، جامعه جمع، به هر حال این ویدیوها و تصاویر جعلی که درباره صحبت می‌کنیم از یه چنین منابعی منتشر شده، روزنامه شرق حتی، به هر حال میشه این رو دید. در این حال ما در داخل ایران هم می‌بینیم به هر حال جریان محدود اطلاع رسانی که وجود داره، خب یه مقدار به نظر میسه که محدودتر هم شده، اعلام جرم شده علیه رسانه‌ها و برخی از فعالان رسانه‌ای، که این هم میشه در واقع اینجوری تفسیر و تعبیرش کرد که فضا به سمت سوی اون میره که روایت یک دستی از حکومت ارائه بشه درباره این حمله، صرف نظر از اینکه در واقعیت چه اتفاقی افتاده. اما چه بهره ای حکومت میبره از چنین اطلاعات غلطی که منتشر کنه؟ مشخصا به نظر میرسه دلش میخواد هوادارانش رو قانع و راضی بکنه. اگر کوتاه بگید. ببین خب خیلی سرعت انتشار این اخبار در لحظات اولیه که همه مشتاق هستن که ببینن، همه با کنجکاوی دنبال میکنن، وقتی یه رسانه رسمی چنین تصاویری رو نشون میده خب خیلی سریع اثر خودش رو میذاره، حالا تا بیان رسانه ها فکت چک بکنن اینا رو، تا بیان بگن که اثبات بکنن اینا غیر واقعی، هم زمان میبره هم تضمینی وجود نداره که به دست اون به هر حال مخاطبانی که هدف رسانه های جمهوری اسلامی بودن برسه. این تاثیر رو ما میدونیم که در بخش قابل توجهی میتونیم بزنیم که در بخش قابل توجهی از جامعه که هوادار جمهوری اسلامی هستن این تأثیر رو احتمالاً خواهد داشت. علی رنجی‌پور، دبیر تحریریه وبسایت فکت‌نامه از تورنتو، سپاسگزارم از شما.